رو دیوار میبینن، روزای آفتابی رو تار میبینن، دوست دارن یه روز بیا رها بشن، مثل شبنم از زمین جدا بشن، سایه هاشون روی دیوار، ولی پر و بالشون گرفتاره، ولی آدم ها دنیا رو دیوار میبینن، روزای آفتابی رو تار میبینن. آدم ها آی آدم های رنگ و رنگ توی کوچه های این شهر فرن، میشه این دیوار و پشت سر گذاشت، میشه با فاصله ها کاری ندار، میشه عاشق شد و پر کشید و رفت آن سوی فاصله ها رو دیدارم، دو نگاه وقتی که آفتابی میشن میرسن به هم دیگه آبی میشن، دو نگاه دو آرزو دو خاطره، سه گلدونای پشت پنجره، دنیا رو آبی آبی میبینم، شب و روز و آفتابی میبینم، دنیا رو آبی آبی میبینم، شب و روز و آفتابی میبینم. دختر عزیزم بیایید بیایید علی بشینون روبرو، میخوام تماشات کنم. عنایت تو همونجا بشین، بشینید که دیگه ممکنه از این فرصت ها برای هیچ کدومتون پیش نمیاد، قدر این لحظات باید بدونی. فرصت چی پیش نمیاد آقا جون؟ آقا جون میگین چی شده؟ هیچی نشده، چیزی نشده، هیچ اتفاق مهمی هم قرار نیست بیفته، فقط یه پیرمرد زوار در رفته قراره به زودی رخت سفر ببنده و بره. آخه تیمور، آخه من خودم بهبود، من خودم بابا، من یه تومار به این بزرگی تو سرمه، داره روز به روز بزرگتر میشه، من دیگه رفتنیم. چه حرفی زده آقا جون؟ از کجا میدونین آقا جون؟ فریدون گفت. فریدون بی خود کرد آقا جون، اون یه چیزی گفته که حالا ولا انداخته تو جون شما، اون چرا چه طرفی درستابی نمیزنه که. آره آقا جون، میخواسته مادرشو به شما نده، علکی خالی بسته، شنونده با داخل باشه آقا جون. نه نه، کاش خالی میبست، کاش دروغ میگفت. من امروز صبح رفتم بیمارستان، دو مرتبه عکس و سونوگرافی انداختم، دکتر گفت بله همینه، تومار داری. یعنی چی آقا جون؟ خب پس فریدون چرا هیچی به من نگفت؟ به هر حال من مردنیم بچه ها، شما هم گفتم بیایید اینجا تا براتون وصیت کنم. خدا نکنه آقا جلی من بمیرم. حالا دکتره چی گفت آقا جون؟ احتمال داره با عمل خوب بشه، اما 30-40%. خب آقا جون بینیم یه دکتر دیگه، من دکتر درصد بالا سراغ دارم، اینو درصد پایین دادم بهتون، بچه دنیا باخر نرسیده که آقا جون. بی خودی این حرفا رو به من نزنید، من دکتر بیا نیستم، میخوام دم آخر تو خونه خودم بمیرم، همینو بعد. خدا نکنه، تو رو خدا نگین آقا جون. گریه نکنید عزیزان من، چرا گریه میکنید؟ خب همه رفتنی هن، دیر و زود داره اما سوخت سوز نداره.
بهبود جناب آقا جون، برو تو اتاق من، چند تا چوب آلبالو زیر فرش گذاشتم، اونا رو وردر بیار. باشه آقا جون. میخوام یه چیزی یادتون بدم که این یادگاری براتون ببونه، به دردتون میخوره. خب آقا جون چه کارش میکنم؟ یکی یه دن اومده دستشو بیا بدید عنایت. حالا من میخوام اینا رو بشکن. بشکنیم آقا جون. اینا رو زرون اصل قدیمی هست، ما اینا رو بلدیم، ما خواهر برادر این پشت همیم. بعدش هم این جنبه نداره که، یعنی بهش ده تا چوبم بدی هم زمان میشکنه. بده من. بهبود بلدیم آقا جون. خیلی خوب، پس ترکاره بذارید سر جاش. ببینید من دو تا آرزو دارم. بعد از مرگم منو کنار قبر مادرتون خاک کنید. خدا نکنه آقا جون. دوم اینکه بهبود من آرزوم همیشه آرزوم بوده که عروسی تو پریسا رو من ببینم. چشم آقا جون چشم، اونو تا هفته دیگه من ترتیبش میدم. آقا جون مریضم، وقت تو به فکر عروسی خودتی. آرزو داره عروسی منو ببینه، گناه داره دیگه. خیلی خوب خیلی خوب، شلوغش نکنید. من شما رو از خونه کشوندم اینجا که تمام دار و ندارم و بین شماها تقسیم کنم. هیچی بهتر از این نیست که وقتی پدر سرش گذاشت زمین، بچه‌ها سر تقسیم غنایم به جون هم بیفتن. این خیلی بده. عنایت. بله باشون. گوش کن ببین چی میگم. نصف اون مغازه و یک چهارم این خونه سهم تو. آقا شما ارسی میخوام چیکار؟ شما نباشین میخوام دنیا نباشه. قربونت دهنه. قربونت برم بذارم. و اما علی جون، تو یک چهارم اون مغازه و یک چهارم این خونه هم سهم تو. سرتون سلامت باشه آقا جون. من ارث میخوام چیکار؟ هر چی بخوام خودم دارم. حقت دخترم. بهبود جونم آقا جون، تو خیلی برای من زحمت کشیدی. نصف این خونه و یک چهارم اون مغازم سهم تو. نمخوام. من اگه همشم بمیدی باز نمخوام. من شما رو مخوام. تو غلط میکنی، نمیخوای. حقته آقا جون. بس دکتر چی میشه؟ وقتتون رو بی خودی تلف نکنید، بذارید این دم آخر به حال خودم باشم. شما هم خونه زندگیتون رو رها کردید اومدید اینجا که چی؟ من به دقیقه درست نیست بیاید اینجا. پاشید پاشید برید سر زندگیتون. سلام منم به همه برسونید. من دکتر متخصص وقت میگیرم، فردا صبح ببرش اونجا ببینیم چی میگه. من برم ببینم دکتر چی گفته بهش. بابا فریدون که عذابش رو زیاد کرده. آقا جون چیزش نیست، سرمو رو گنده است، تمام برش داشته. ولی من باید برم. سوسم منتظر نمیه تو؟ بهبود زبونم لال، هر طوری شد دو ما زنگ بزنی سریع. حتما مواظبش باشه. خدا حافظ. آخه چطور ممکنه آقا جون که تا دیروز حالش خوب بود؟ همه چیز زیر سر این فریدون رو موش ورده. بابا به فریدون چه ربطی داره؟ ربط داره دیگه خواهر من. چطور تا دیشب که آقا جون رفت اونجا هیچ خبری از تومور مومور نبود؟ همه چی همونجا اتفاق افتاد دیگه. منظور دیگه فریدون میدونسته بهش کسی چی نگفته دیگه. حتما میدونسته دیگه. به میالی اگه بلایی سر آقا جون بیاد، من میدونم اون فریدون. اگه زودتر گفته بود شاید میشد یه کاری برای آقا جون کرد، ولی حالا بذار برسم خونه، حقشو میذارم کف دستش. فرار کنید، فرار کنید. نه، این اون برگرده، حتی اگه نباشی من میفهمه ما اینجا بودیم. ناره ما رو بکشونیم به جایی که دلمون میخواد. فریدون دینسو بیا اینجا ببینم. بیا اینجا. این چه فیلم هاییه؟ اینا رو مانی نبینه ها. این
دایناسوره یارو اومد باش صحبت کنه یارو قفص زد جمجمهشو تو دو هفته است میدونی آقا جون مریضه به هیچ کسی چی نگفتی؟ من باید برای چی میگفتم؟ ای آدم دهلق مثل تو که یه ساعتی حرف تو دلش نمیمونه وقت دو هفته میتونه به هیچ کسی چی نگه دیگه. آره من آدم حسابیم. ببین آلی همه این حرفایی که پشت سرمه شایعه است. خیلی خوب باش. ببین وای به حالت فریدون. اگه واسه عمل بابام دیر شده باشه بس چشم تو میبینم قاتل. قاتل یعنی چی؟ درست صحبت کن. من چیکار کنم؟ خود دکترش گفت آقا دیگه کاری از دست ما بر نمیاد. شما به کسی چیزی نگین بقیه رو ناراحت میکنه. چطور امروز دکترش گفت اگه عملش کنی شاید خوب شه؟ بابا من چیکار کنم؟ ثبات شخصیت نداره دکترش. هر روز حرفشو عوض میکنه. من گناه کردم. این غم تو سینه خودم مثل قده بزرگتر. چه خبره؟ عزیز آقا داره میمیره. واسه چی؟ برای همینه دیگه، ما اون تومور داره تو کلش. واسه همینه من میگفتم ازدواج نکنیم. با ازدواجتون مخالف بودم. پس فردا بدبخت میشدیم. واسه همین تو رفته بودی اونجا؟ بله تازه تکلیف ارثش هم معلوم کرد. چی گیره تو من؟ هیچی. سدونگ کوفت سدونگ زهرمار. همون شیشتونگش هم باید به تو میرسید. من بهت میگم بذار من بلنشم بیام اونجا چی گیرمون بیاد. فریدون مامان خب این دختره سرش کلا میذارن. شانس آوردی نگفتن حالا چون دختری آقا جون میمیره 300 هزار تومان بیار به ما بده. اینا آب از دستشون چیکه نمیکنه. به تو هیچ ربطی نداره. من داشتم دایناسور نگاه میکردم. به خودت ربطی نداره. پس واسه همین به من گفت نه. سوسن؟ بله. نه گریه نکن دیگه، خدا رو چه دیدی؟ شاید هنوز امیدی باشه. نه دیگه تمام شد دیگه، هیچ امیدی نیست. من نمیذارم، هر جور شده یه راهی پیدا میکنم که آقا جون رو نجاتش بده. فقط یه راه وجود داره. چه راهی؟ باید بزنی زیرش. زیرش؟ زیره چی؟ باید بهش بگی که دیشب اشتباه کردی، حالت خوب نبودی واسه همین قبول کردی. چی رو قبول کردم؟ خب سمول ارثی که آقا جون بهت داده دیگه، عنایت. سوسن تو نگران ارثی یا نگران آقا جون؟ خب معلومه من نگران سلامتی آقا جونم، ولی اصلا دلم نمیخواد اونا بخوان سهم ما رو هاپولی کنن. حالا کی گفته سهم ما رو هاپولی کردن؟ نکردن. تو مثلا پسر ارشد بنی آدم هستی، باید سهم تو عالیه یکی باشه. یعنی باید بهبود چون سوگلی آقا جونه، چون تهدقاری نصف خونه مال اون باشه. خب نصف قنادی رو به من دادن دیگه. قنادی به چه دردی میخوره عنایت؟ پول تو خونه است، زمینه. میدونی اگه تو اون زمین چند طبقه بسازی چقدر سود میکنی؟ خب یک چهارم خونه هم مال منه. بذار دم کوزه آبشو بخور. یه چهارم به درد من تو که نمیخوره. میخوره؟ خب منظور چیه سوسن؟ منظورم چیه؟ منظورم اینه که آقا جون بین تو و بهبود فرق میذاره. چرا؟ خب معلومه کسی که اسم و رسم آقا جون رو نگه میداره بهبوده نه تو. غیر ممکنه. یعنی میخوای بگید چون ما بچه نداریم محال آقا جون همچین کاری بکنه؟ باشه همینجا بشین منتظر باش ماتم بگیر تا اون بهبود آبزیرکا و خواهر مارموزت دلوپی مال انبال آقا جونو بخورن و به ریش منو تو بخندن. سوسن سوسن از اون معجونی که مونیک خانم بهت داده بود چیزش باقی مونده؟ آره یه ذره مونده بیارم بخوری؟ نه ولش کن خودم یه راه دیگه پیدا میکنم. وقت شب اینجا چیکار میکنی؟ سلام پریسا، حتما یه کاری دارم دیگه. ببین من دو تا خبر دارم، یکیش خوبه یکیش بده. اول کدومو بگم؟ اول بده. نه خوبه رو بگو. بگو خبر خوب اینه که آقا جونم میخواد تا آخر هفته دیگه واسمون عروسی بگیره. واقعا دستش درد نکنه ببریم تو دیگه اشکال. نه بابا تو خبر بده رو بهت بگم. آقا جونم داره میمیره. چه چرت و پرت میگی؟ یعنی چی؟ باور کن چرت و پرت نیست. آقا جونم رفته دکتر بهش گفتن تومور داری، تمام استخوناش درد گرفته. یعنی چی؟ یعنی آقا جون واقعا داره میمیره؟ جوون جوون. یه خبر دیگه هم دارم، نمیدونم خوبه یا بده. آقا جون امشب همه مال و ملالشو بین من آنی و الایل همه رو تقسیم کرد. خب چی به تو رسید؟ نصف خونه. آخه من اصلا راضی نیستم پدر شوهرم از دست بدم، ولی تو نصف خونه هم میشه زندگی کرد. یه بارو تو خونه بینم. بارو تو بینم. سلام داری جون. سلام. بقیه چی شد؟ چی شد؟ چون من فهمیدی آقا جونم دو ماری گرفته و زخونه شبه درد گرفت. راجب اون یه دون سهم من چیزی نگو. اون که حق مسلمه شما سلام جون، خودش گفت من اصلا قرار امشب به تو زنگ میزنه، فردا قرار منظر بذاره. نزد میزنه. از مغازه چی به تو رسید؟ یک چهارم مغازه رو رسون به ما. فقط یه چهارم؟ کمه؟ بله که کمه. تو عمرتو گذاشتی پای نگهداری این پدر و اینا از راه نرسیده باید چپو کنه؟ این چه طرز تقسیم کردنه؟ یک و یک دوم چهارم خوبه؟ ببین نگی من گفتم هیچ اسمی از من نبر، ولی حواستو جمع کن.
یه شیر تا وقتی که زنده از شیره، وقتی که افتاد مرد کفتارا میریزن تیکه تیکش میکنن. یعنی آقا جونو من کفتاره؟ نه بابای تو شیره. پس کی کفتاره؟ فکر کن ببین کی کفتاره. بذار حرفمو بزنم. ما کفتاریم. تو از خون منی، از استخون منی. دوست ندارم کلا سرت بره. فهمیدی؟ بح. خوب حواستو جمع کن. باشه دایی، دست شما درد نکنه. ولی حالا دیگه بفرماییم تو، نه دم در بده. تو هم برو. نصف شب هم دیگه اینجوری نیا در خونی ما. ببینم شام خوردی؟ یه بار. خب همه یه بار میخورن دیگه، برو. ولی به یکم گوشه. میگم عزیز، تا اینا سند واسه امضا آماده میکنن یه قهوه خونه این پشت هست، بریم یه چایی با هم بزنیم. دمت گرم، فکر خوبیه، ولی میدونی من حال و حوصله‌شو ندارم. بریم همینجا پارک به این قشنگی بشینیم، اون یه ساعت رو با هم گپ بزنیم، چطوره؟ هر چی تو میگی، بریم. بریم. اوه بیا محمود آقا، بیا. میگم عجب جای خوبی آقا. آره آره بشین. میگم محمود آقا، امشب میخواستم بیام خونتون، تکلیف این دوتا جوون و من و تو با هم روشن کنیم. خونه خودته، قدمت رو تخم چشای من. به محمود جون، تو فامیل بچه های منی، من میخوام بچه هامو بسپارم به تو، میخوام بعد از من تو سایه‌ای باشی بالا سرشون. این حرفا رو نزن عزیز جون، انشالله سایه‌ت 120 سال بالا سر هممون باشه. من اگه دخترم رو دادم به پسر تو، تمام دلخوشیم این بود که تو پشتشی. چکرتم. این چیه؟ آخه من دیگه زمان برای من دیگه تموم شده، دیگه فرصتی ندارم. چی این حرف زده؟ خب گفتن دیگه، فهمیدم، فریدون گفته. اکه نامرد عزیز، این داماد تو جونوریه که دومی نداره. باور کن از همون وقتی که من فهمیدم میخوای مادرشو بگیری، یا من فهمیدم واسه ارث و میراث تو نقشه کشیده. و الا چرا تو الان نباید به تو گفته باشه؟ تو از کجا میدونی؟ خب یه روز اومد در مغازه به من گفت، به من میگفت بیام باهاش یاری و همکاری کنم تا اون مغازه قنادی رو بالا بکشه. منم آب پاکی رو ریختم و دستش رو رایش کردم رفت. بچه‌هات هم صدا کردم، همه چیز رو بهشون گفتم تا حواسشون جمع باشه. پس تو میدونستی من تومور دارم؟ نه، ولی خب آره، به خاطر عروسی بچه‌ها چی نگفتم. ای نامرد. کی؟ تو. ای خائن. کی؟ تو. خودت. پس تو واسه همین با من آشتی کردی. من میدونستم تو همینطوری کوتا نمیای. پس قضیه اینه ها؟ یه حرفا چیه داری بلغور میکنی؟ من گفتم آخر عمری کدورتی با هم نداشته باشیم. محمود تو نامردی. کجا؟ منصرف شدم، میخوام برم سند زمین رو پس بگیرم. این کارا چیه میکنی؟ ببین یه دونگ زمین ارزش این همه بیمعرفتی رو نداره. منو باش که بچه‌امو بعد از خودم می‌خواستم دست چه کسی بسپرم. عزیز داری اشتباه می‌کنی ها. غلط کردی. من حاضر نیستم از این بعد چشمم به چشم تو بیفته. اون یه دونه زمین که سهله. حاضر نیستم یه سر سوزن از اون زمینو بدمش به تو. به درک. فکر کردی بهت التماس می‌کنم؟ ببین بهت چی میگم. اگر من دختر بهت دادم، اون پسرت اگر پشت گوششو دید، پریسای منم می‌بینه. بی معرفت. آیا امید خان، من صد دفعه بهت نگفتم ویترینو پر شیرینی کن. من رو مشتری بیا جوابش چی بدم؟ چش آقا الان پرش میکنم. ای سلام، بهبود. بهبود. عنایت کوشش. عنایت عالیه، رفتم پیش آقا جون. تفلک آقا جون. بهبود. میگم تو هم مثل من دل و دماغ کار کردن نهاری نه؟ نه اصلا حوصله ندارم. خیلی سخته نه؟ ببین از اون سخت ترینه که میخوام گردن تو رو بشکنم. افکی عالیه هست، فهمیدی؟ با گردن من چی کار داری؟ خیلی نامردی. ببین یه موه پس سر آقا جونم کم شو، گردن رو میذارم که این جوب گرد تا گرد میبارم، فهمیدی؟ حالا چی بهت نمیگم، پرو نشو. ببین آه بذار اینم تلفن. هرچی بایی چی نمیگی؟
قنادی من یادم بفرمایید. آب دستته بذار زمین بیا کوچی پشتی منتظرتم. دایی چرا دم در بیا اینقدر داخل قنادی بعدی که اینجا حرف اضافه نباشه. اون 3 میلیونی هم که بهت دادم ورده بیا. چش اومدم خدمت. امید. بله آقا. 3-4 تا اون کیک از یا بذار تو بشقاب ببینم. بده من ببر. چش آقا. سلام دایی جون چه عجب از این مرو بفهم شیرینی نمیخورم راسته که میگن از تخم شاتره سنبول به عمل نمیاد از بس ذاتت خرابه مجبور شدم دایی کی مجبورت کرد طلعت خانم اومد بخوابم یه حالتی بود خیلی غمناک خیلی حالش بد چرت پر تحویل من نده در یک کلمه بگو چرا پتره به آب دادی یه کلمه نمیشه گفت چند تا کلمه شرافت مردونگی وفا جواب منو بده بابا آقا جون مثل پدرم هم میمونه چطور میتونم قطره قطره آب شدنش وانگه مردنش رو ببینم جدی باشه باشه اون 3 میلیونی که بهت دادم رد کن بیا غلط کردم دایی دهنم پرید جوونم ببین اگه حرف اضافه بزنی به زنت زنگ میزنم میگم چه جوری رو زندگی و مرگ باباش معامله کردی ها عجب گیری افتادیم دایی نصفش الان میدم نصفش آخر برج پول ندارم ببین بهت گفته بودم ها من بهت پول من ندارم بودم. الان مایه نیست به کی داری زنگ میزنی نه مایه ندارم به کی داری نه قد کن میدم پول اینا این پولت چقدر؟ این 2 تومن، 1 تومنش هم آخر برج بهت میدم تا آخر هفته میدم، نوکرتم دایی میگیرم ازت ها نازایمو نکن، بیه شیرینی بخوای هاپولی کنی با من طرفی ها من شاکرت این اینجا چکار میکنه؟ تو اینجا چکار میکنه؟ سلام دایی جون سلام اینجا خب مغازمونه من همیشه اینجا مغازه رو خالی بل کردی اومدی دیگه نه امید هست چه امیدی هست ما کاسبی نمی کنیم نه بابا خدا امیدو میگم هست در مغازه دایی جون چیزی شده به من بگینا نه بابا نزدیکتر از پسرا آقا جون نه یه قضیه سیکوریته بین من و داییه لطف کن برو شما برو باش دایی جون فقط ما با آقا جونم شب رو نوک پا میام خدمتتون باش چی یه امر خیره دست شما درد نکنه نه من از این عزیز خوشم نمیام من بوز ما بیام شاید امر خیر باشه دایی جون شاید شما هم خوشحال بشی آقا ما آخر سال انبارگردانی میکنیم آمار اینا رو من دارم ها اینو ببر مف نظر آجو بایجم دایی این نفهمه یه موقع به درک نفهمه اگه حرف اضافه بزنن را دختر بهشون نمیدن میگم از همه آتو داری یا نه برو دنبال کارت کار دارم برو یه 200 تومن اینو بده من برو دنبال کارت کار دارم برو دایی همینو با بدبختی جور کردم دایی حرف دکترها رو گوش کن به نفته این سوری خانمو میبینی مادر ما 3 سالی پیش بردیمش بیمارستان پیش دکتر یه تومور تو مخش بود انقد عمل کرد شد انقد باز عمل کرد شد انقد عملش کردم محو شد ماشاءالله دار ماشاءالله الحمدلله ببین هنوز سر پاس بزنم به تخت روز به روزم داره دبونتر میشه راست میگی سوری خانم آره از آقا قول میدم که اگر عمل کنی خوب بشه عمل بی عمل من حاضرم بمیرم زیر تیغ جراحی نرم خب عباس لجباز و یه دندهی واسه اینه رخت خواب آدم مریض میکنه سنگین میکنه بلند شو بیر مغلکن یه کوه یه دشت یه دره یه آب هوای بخور با سر حال اولت بیا شروع خانم این بدن دیگه اون بدن سابق نیست من الان دیگه درب داغونم دیگه از بین رفتم کرخ شدم خرف شدی؟ مادر کرخت میگه شدم یعنی بی‌حس شده یعنی نمیتونه حرکت بکنه ول کن این حرفا رو از آقا تا دیروز که شما از فرخم قوی تر بودین حالا چی شده خودت مریضی زدی باشه حالا که انقدر میگی سوری خانم من حاضرم تو هر جا بگی بیا دشت بریم کوه بریم ببین راسته دیروز از اینترنت خوندم اخبارم میگو اینقدر بارون میاد تگر میاد برف میاد نمیتونیم بریم دیگه و چرا گفتی بریم کو؟ من کی وقت گفتم؟ مادر گفتی بنده خدا راست میگه من خودم شاهده حیادنم که گفتی به روبا گفتن که شاهدت کیه گفته دومم اینم برم ما بی تربیت فضول شاهده میده کی وقت من گفتم آخو دوتا کشیده میزنم تو صورت تا صورت یه بره میشه فرخ جون این دست مادرت بگیر ببر بیرون من مریضم بابا من باید استراحت کنم این مادرت وقتی حرف میزنه ها 4 ستون بدنم درد میکنه درک میکنم مادر پاش بریم نه چایی خوردم نه میوه خوردم هنوز هیچی نخوردم نمیرم خب چایی رو بذار میوه تو بردو بی بریم شروع خانم
من باید استراحت کنم. بفرمایید. من چیکار به استراحت شما دارم؟ من چاییم نخوردم، میوه‌ام نخوردم. باشه، چایتو بخور، میوه‌تام بخور، بفرمایید بیرون. آ این چایتون میوه‌ت، نه میوه میخورم نه چای میخورم. مسکره مازه در آوردن از خودشون. کجا؟ قبرستان. مگه نمیبینی دارم میرم خونمون دیگه، کم محلم کرد. یعنی تو میخوای عزیزو همینجور تو این وضعیت تنها بذاریم بریم؟ مرام و معرفتت همینقدر بود؟ مرام و معرفت کیلو چند آخه؟ بعد چی کار کنم؟ بابا نباید دست رو دست بذاریم. این رفیقمونه، همسایمونه، عمری تو خوشی و ناخوشی با هم بودیم. حالا انصاف نیست همینجور ولش کنیم بریم تا دق کنه؟ دق کنه خود جهنم، ما چی کار کنم میگین یعنی براش؟ ببینم تو پایه‌ای؟ بله، من پایه نبودم اینجا نبودم، پایه هستم دیگه اینجا باشدم. منم راهشو بلدم. تو راه خودتم گم کردی، میخوان چه غلط بکنی؟ بکن ببینم. حالا عصبانی نشو، بریم تو راه برات تعریف میکنم. خب بس وایسا من برم لباسامو بپوشم، کیفمو وردارم بیام بریم. تزول مامان بزرگ، میشه بهم دیکته بگی؟ باشه مامان جان، بریم پوست بکنم بخوری بعد. چی شده؟ به خاطر آقا جون ناراحتی؟ نه، کی گفته؟ هیچکی، خودم فهمیدم. خب ما در همه ناراحتن، با بزرگت مریضه، انشالله که خوب میشه. بله، سلام علیکم آقا فرخ. بله بله، اتفاقی افتاده؟ من بیام اونجا، خودش چشمش کور بیاد اینجا. آخه نمیشه که اینجوری، اون وقت نمیاد. دور سرتم میگرد میاد. سلام ماهی خانم. سلام علیکم، حال شما؟ سوری خانم مادر من. سلام علیکم خانم، خوبی؟ سلام ماهی خانم. بفرمایی. اومدم دو کلم باهات حرف حساب بزنم. راجبه چی؟ عزیز آقا، راستش یه مشکلی برای عزیز آقا پیش اومده. مشکلشو میدونم، مریضیشه. حالا حالش چطوره؟ حالش خرابه، رو به قبله است، اسرائیلم دور سرش میگرده، نزدیکی که دستشو بگیره ببره. خدا نکنه. چرا؟ از وقتی شنیده داره میمیره پاک خودشو باخته، کس کرده نشسته یه گوشه، نه حرفی نه کاری، همینطور آیه یأس میخونه. خب چرا نمیدنش دکتر؟ نمیاد که، از آقا لجبازه، نفهمه، نه عمل میکنه، نه دکتر میره، وصیتش هم نوشته گذاشته زیر سرش. باهاش صحبت کنی، نذاری ناامید بشه، روحیه بهش بدین. فایده نداره عزیز، برای حرف ما ترم خود نمیکنه. کار خودته، آماده شو بیرم. کجا؟ خب خونه عزیز آقا دیگه، فقط اون به حرف شما گوش میده. نه ببخشین، من نمیتونم بیام. قبول کنین ماهی خانم، شما تنها کسی هستین که میتونین اونو راضیش کنین که بیاد عمل بکنه، فقط به حرف شما گوش میده. این کار از دست من ساخته نیست. ماهی خانم میان یا با لغت ببرم؟ ای مادر، ببخشین مادرم امروز یه مقدار زبونش تند شده. خیلی خوب، پس سب کنیم بدم حاضرشم الان میام. ماهی جانم، تو خیلی ماهی، ستارتم فلوده. خیلی ممنون. مردشلت ببره، این از آقا عاشقه. اینجوریشو نگاه نکن، قلبش خیلی پاکه. این چیه؟ چرا طعم نداره؟ این چیه؟ من با دیناره بخورم. نمک براتون ضرر داره، روغن و ادویه هم همینطور. چه ضرر داشته باشه، چه فایده بر من؟ هیچ توفیری نمیکنه. من الان حواس یه دست کله پاچه پرچربی‌چینی میخوام که همچین بزنم تو رگ. آقا جو شما چرا اینجوری میکنین؟ این هم آدم مریض تو دنیا هست، هیچ کدوم مثل شما با خودشون چپ نمیفتن والا. تو چرا با من اینجوری صحبت میکنی؟ بابا فرض کن من رفتم عمل کردم حال به هم خوب شد، خب که چی بشه؟ دو مرتبه یه عمر سربار آویزون شما بشم؟ هر روز هر روز سر نگرداشتن من باید با هم دیگه دعوا کنید؟ نه دخترم، بذارید قصه زندگی من همینجوری تموم بشه بمیرم. کیه؟ رفت باز کنه ببینه کیه دیگه. آقا جو سوپتونو بخورین. علیه من کله با چه میخوام؟ بچه زنگ میزنی، کلید نداریم مگه شما؟ کلید از کجا آوردیم؟ آقا این نایت
آقا زنده است؟ یعنی چی سوری خانم؟ خب منظورم اینه که یعنی مرده یا زنده است؟ زنده است. هستش؟ بله هست، ولی اگه میخوایم بهش سر بزنین الان حالا حوصله نداره. مهمون ویژه دارن، بفرمایین. سلام آقای خانم، خیلی خوش اومدین. بفرمایید خواهش می‌کنم. ببخشید من زیاد مزاحم نمیشم، فقط در حد اینکه راضی بشه بره دکتر. اختیار دارین، اتفاقا شما بیشتر بمونین ما خوشحال میشیم. بفرمایید. شما تشریف نمیارین؟ نه بس، شما برین بس. میگم مادر بذار من برم یه سری بزنم ببینم چه خبره. میری اونجا چشم گوشت باز میشه. یعنی چی؟ نه بیا بریم خونه. ببخشید ماهی خانم، من دراز کشیدم، تومور تو مغزم سنگینی میکنه نمیتونم بلند شم. خواهش میکنم راحت باشین، من که از این عکس‌ها چیزی نفهمیدم، اما خدا رو شکر دکترها این روزا اینجور عملا رو خوب انجام میدن، از این بزرگتراشو عمل میکنن، این که چیزی نیست، کوچیکه. کوچیک هست ماهی خانم، ولی در حال روش کردنه، یکی دو ماهی دیگه بزرگ میشه. عزیز آقا شما باید خوددار باشین، صبور باشین، قوی باشین که بتونین با مریضیتون بجنگین. خیلی کسا هستن که دکترها قطع امید کردن ازشون، ولی با روحیه شادی که دارن به زندگیشون ادامه میدن. نه دیگه من انگیزه زندگی کردن رو ندارم، فقط کاش انقدر زنده میموندم که بچه سوسن عنایتو میدیدم. عنایت جو قربونت برم. ببینید آقا جون، ببینید من بهتون قول میدم، ببینید عالیه، یه لحظه بیا من کارت دارم. بیا ببخشید. میگم مای خانم، من به شما یه عذرخواهی بده کارم. بابت چی؟ بابت پس گرفتن پیشنهادم. میدونین نباید اونجوری بیادبانه بهتون بگفتم، آخه من مریض بودم میخواستم بهتون بگم، ولی نمیدونم چطوری شد که گفتم از ازدواج پشیمونم. شاید اگه منم جای شما بودم از شنیدن خبر مریضیم همینجور مثل شما شوکه میشدم. خدا منو غافل گیر کرد، هیچ فکر نمیکردم آخرش اینجوری تموم بشه. آخرش کدومه عزیز آقا؟ شما چرا قد ناامیدین؟ دکترها که نمیتونن بگن به یکی دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، دو روز دیگه زنده این، اون دست خداست. شما چرا زندگی رو ول کردین؟ حالا شما خیلی کارهای دیگه دارین انجام بدین. مای خانم ببخشید، من یه سوالی میخوام از شما بکنم، خواهش میکنم درست جواب منو بدین. بفرمایید. من اگه سالم بودم به شما پیشنهاد ازدواج میکردم؟ با من ازدواج میکردین؟ عزیز آقا حالا بهتره شما به فکر مریضی خودتون باشین. دیدید دارید تفره میرید، جواب سوال منو ندادید. خواهش میکنم جواب منو بدید، این برای من خیلی مهمه. چی بگم، من با بیماری شما مشکلی ندارم. مشکل ندارین؟ یعنی حاضرید با من ازدواج کنید؟ قنادی رو کلن سیزه همجور من نمیخورم، یه دونش بانو من بانو دوتش بانو نمیشه که. چی؟ جرم خونه رو برون قنادی بانو نمیشه، دوتش بانو بانو ماشه نمیشه، درسته این؟ من که نمیفهمم چی میگی، ولی این حد من از حرفه دیشب آقا جون یکم دلخورم و سر قضیه ارس و اینا. خب همین رو من میگم دیگه، حرفم همینه، نه اینکه فکر کنی من چشم به مال و اموال آقا جون، نه اصلا خدا اون روز نیاره، ولی به نظر تو درسته من و تو که بزرگتریم یک دوم و یک چهارم بخوایم سهم ببریم، اون وقت بهبود که اما کوچکتره بیشتر از ما سهم ببره؟ نه منم این تقسیم بندی رو قبول ندارم. من تقسیم بندی رو قبول ندارم، ولی وقتی آقا جون وضعیتش اینه چی بگم؟ من دیشب نشستم حساب کتاب کردم، دیدم کل مخارجی که آقا جون برای عروسی من و بقیه چیزایی که دیشب داشت میگفت هزینه کرده اندازه 2-3 متر قیمت خونه هم نمیشه. نه تو حساب کتاب که نه، همین جوری میگه شازه حساب کتاب کردی؟ کلی میگم، تازه خود تو هم همینطور. ببین راستش منم نشستم حساب کتاب کردم بین خودمون باشه، بعد دیدم خب پول جهیزیه منم چیزی نشده واسه آقا جون، بعدش هم من چرا باید یک چهارم از خونه و مغازه ارث ببرم؟ ولی به نظرت چیکار کنیم مالیه؟ هیچ، بعد اول تکلیف مریضی آقا جون روشن شه. علی بعدی آقا جون چی شد؟ چرا پا شدین؟ من خوش خبر شدم،
اومدم یه خبر خوش بهتون بدم. اه تصمیم گرفتین عمل کنین دیگه؟ نه آره، اون تا قبلش با ماهی خانم قرار گذاشتیم با هم ازدواج کنیم. چه خوشحال نشدین؟ چرا؟ خوشحال شدین؟ خیلی خوشحال شدین، مبارک بشه. تبریک از ماهی خانم. حتی فریدون چی میشه؟ فریدون با من دیگه آقا جون، خیالتون راحت. قرار عزیز آقام بره پیش محمود آقا راجب پریسا جون و بهبودم صحبت کنه، انشالله که کار اونام درست بشه. به سلامتی. سوسن هم با من. سوسن؟ سوسن چیکار است که مخالفت کنه؟ هیچی، سوسن کاری نیستش. اصلا سوسن مخالف نیست آقا جون، من همینجوری گفتم فضا عوض شه. ببین فرخ، یه چیز میگم، ناراحت نشی. نه چرا ناراحت بشم مادر؟ خیلی بیشوری. اه مادر، باز شوری کردی؟ آخه برای اینکه به عزیز میگم کمک نکن. این دفعه حرف گوش نکنین، کمک کنین. دو تا کشیده افسر میزنم در کوچه. آخه مادر رفیقم. خب با اجازهتون. خیلی خوش اومدید. خداحافظ شما. از آقا چی شد؟ الان میام برای تعریف کنم. خداحافظ آقا فرخ. خداحافظ سوری خانم. خدا به همراه. خداحافظ. برو که بریم. چشم آقا جون. بفرمایید ماهی خانم. ماهی خانم قرارمون برای فردا شد. انشالله. خداحافظ. 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 مواظب خودتون باشید. خداحافظ. برو ببینم. چی شد از آقا؟ بالاخره قرار شد عمل کنی. سوری خانم. دست درد نکنه. ببین کاری کردی کارستون. حالا من هم عمل میکنم، ایشالله خوب میشم. فردا قراره با ماهی خانم ازدواج بکنم. خوش به حالت. حالا ببینیم که عرضه زن نگر داشتن دارین یا نه. بره راستی فرخ، دیگه نبینم از فردا اینجوری با پیژامه بیایی تو خونه من. ها چرا؟ قشنگ نیست؟ نرخ زشته. اون چیه؟ اینجا فرق قراره خانواده زندگی کنه. ای بابا تو خانواده تشکیل بده، من برای تو با کت شلوار تو این حیاط راه میرم. کار خیلی خوب میکنی. در ضمن یه چیز خیلی مهم میخوام بهت بگم. به این رفیق تیمور زنگ بزن بیاد این جلو پراتش از جا جمع کنه. من قراره به جای این خنزر پزدارا یه مشت گل گیاه بکارم که برم توش نفس بکشم، اکسیژن استشمام بکنم، دلم باز شه. تیمورو ولش کن، اون دیگه زنش نمیذاره از خونه جون بخوره. من خودم 3 سوت اینا رو جمع میکنم میبرم میریزم در خونش. گل و گیاه و این بند و بساط هم پای خودم. تو میگن رفیق دوست داشتنی، این کارو بکن. نوکرت هم انجام وظیفه بوده. دیدی میگم بیشوری. بابا تو هم. خب من میگم کمک نکن به عزیز. تو حالا میخوان گل و گیاه هم بکاریم براشون. خب رفیقم چی میگه؟ سلام فریدون جان. سلام. چطوری تو؟ خوبی؟ آقا من میخواستم اولین کسی باشم که ورود تو به خاندان بنی آدمو به تبریک میگه. چاکرتی. من 8 سال دامادتونم. بله، تا حال شما داماد ما بودی، از امشب به بعد یه جورایی میشی پسر خانواده. چجوری؟ آقا جون بالاخره تصمیم خودشو گرفت. قرار شد هم عمل کنه هم با مادر شما ازدواج کنه. امشب هم عقد کنونشونه. آقا جون خیلی بیخود کرد. من اجازه نمیدم همش کاری کنه. مگه مادر تو بچه‌ست میخواد تو اجازه بگیره؟ بابا دو تا آدم عاقل و بالغ نشستن با هم صحبت کردن، سنگاشونو وا کردن، دارن میرن امشب سر زندگیشون. به همین راحتی ما هم برگ چغندریم دیگه. حالا برگ چغندر یا هر چی چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که اونا خوشحال باشن. من خوشحال نیستم، اجازه هم نمیدم. یعنی چی؟ یعنی همین. فریدون کجا؟ اونجا. درک گنده بک. ها؟ سلام بر تکتان دایی خوشچیلی مشچیلی من. سلام. یه بار دیگه پاتو بذاری اینجا، با همین قیچی میذارم وسط پیشونید. چرا؟ چرا بی چرا. پریسا بی پریسا، دایی بی دایی. دو بتو بذار رو کولت، برو دنبال زندگی. شوخی میکنی دایی؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه درگیری من و بابات قصه 1001 شبه. بابا تمومی نداره. کی شما رو شاکی کرده دایی؟ چی شده؟ نبودی ببینید، منو کشون تا دم محضر، بعد چجوری گذاشت تو کاسه. آقا جان من پریسا رو به تو نمیدم. بابا دایی شما یه سنی ازت گذشته دیگه، گذشت داشته. شما که میدونی اون طفل اگه تومور تو سرش اندازه یه خربوزه، خب یه مغزش هنگ میکنه، یه کاری میکنه دیگه. شما بفهم، درکش کن دیگه دایی. بهبود جان من پریسا رو به تو نمیدم. عقد کردیم میریم باطلش میکنیم.
آخه چرا دایی بابا، همه چی که داشت همون جوری که شما میخواستی پیش میرفت. آقا جون هم میخواست ازدواج کنه دیگه. من نمیفهمم آقا جان، این آدم با یه توموره انقدری تو مغزش اصلا زن میخواد چیکار کنه؟ خب همین دیگه، اون زنه رازش کرده که ببره تومورش عمل کنه، بعدش ما اینجوری با یه تیر سه نشون میزنیم دایی. هم آقا جون هم زن میگیره، هم تومورش رو در میاره خوب میشه ایشالله، هم من ازدواج میکنه، هم شما به اون یه دونک سندت میرسی. تازه چهار تا میزنیم جای سه تا. خانه یکی عروس خانم کی هست؟ مایی خانم دیگه، بله رو گرفت ازش. ای ناکس، ای نامرد. با منی؟ نه با فریدونم. مگه من نگفته بودم بهت نباید بذاری مایی خانم زن بابات بشه؟ آقا جان من پریسا رو به تو نمیدم. بابا داری شما هم دیگه شورش رو در آوردی وسط. بابا اینجا اون رسید دیگه، چه وضعش آخه؟ منظورت چی اینجوری حرف میزنی؟ منظورم اینه که آقا پریسا زن منه، دادین دادین، نتونی خودم میام قانونی میبرمش. بابا خسته شدم دیگه. صدا تو بنام میکن واسه ببینم. الو بله. به به عزیز آقا، رسیدم به خیر. بله الان ذکر خیر شما بود. این چه کاری بود با ما کردی؟ آقا ولمون کن خالی نبن. جدی؟ حتما سندی میزنی دیگه. عروسیت مبارک باشه. چشم چشم، عروسیت میام. اصلا نمیذارن اخلاق آدم سر جاش باشه. دایی جان بیا اینجا. نظرت میخوام دایی، اصلا یه واسه اون خودشون میخوام بزنی؟ نه دایی جان، بیا دایی جان. ببین دایی، نمیدونی شاید الان ازت خوشم اومد که اینجوری پشتیبان زنت وایسادی. جون ما، مرد باید پشتیبان زنش باشه تا زندگیش محکم و استوار بشه. آها، یعنی آقا جون نمیخواد سندی چیزی به نامتون بزنه؟ نه نه، اون مهم نیست. اصلا هم تابلو نیست. خوبیش اینه که اصلا هم تابلو نیست. ولی دایی جون، هر کی میپرستی تو رو ارواح خاک مرده آد زنده آد دیگه، ما نریم برگردیم دوباره بگی پریسایی پریسا. دایی دیگه به اینجا هم رسیده، میرفتیم گوشه نه 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 نه، مطمئن باش پریسا زنته. حالا بشین من یه چای گسل بیارم. من نمیفهمم. میدونم. متوجه نیستم. عالیه، تو اونجا داشتی چیکار میکردی؟ داشتی از مجلس لذت میبردی؟ هزار تا راه داشتی که نذاری مامان من بگه بله. فریدون اینقدر ساز مخالف نزن بابا، اینا نشستن فکرشونو کردن، تصمیمشونو گرفتن، فردا شب هم عقد میکنن. من هندونم، فکر ندارم، تصمیم ندارم، عقیده ندارم. بی خودی ادا در نیار، کار خلف شهر که نمیخوام بکنم، میخوام ازدواج کنم. همون، من نمیذارم ازدواج کنم. پسرم اگه تو خیلی زرنگ بودی میرفتی حق مادرتو میگرفتی، حالا که میخوام سر و سامون بگیرم از تنهایی بیام بیرون، اول دارم بول دارم میکنی؟ همچی میگی سر و سامون بگیرم؟ انگاری تا حالا سر و سامون نداشتی. من شده باشه از زیر سنگم این کلاه بردار رو پیدا میکنم، پول شما رو میگیرم میدم بهت، ولی نمیذارم زن عزیز آقا بشی. منو تهدید میکنی؟ با خاطر خودت میگم، تهدید کدوم؟ اگه منظورت اینه که آقا جون من اخلاقش بده، آقا جون من اینجوری نبود که بعد از اینکه مامانم فوت کرد اینجوری شد. الان اگه دوباره ازدواج کنه میشه همون آقا جون سابق. همون، ما آقا جون شما رو هم موقعی که مادرتون تشریف داشتن در این دنیا تا هم موقعی که تشریف بردن این دنیا دیدیم، همونه. بچه من منظورم این نیست. اگر قده آقا جون تو مخش بترکه، اون وقت شما دیگه همسر آقا جون نیستی، مزاحم این خانواده ای. پرتتون میکنن از خونه بیرون، بعد اینجا نمیای، میری شیراز یا راست ترمینال شیراز. منظورت منم دیگه. تو نه، اون بهبود لندهور عنایت خبیث، اونو میگم. مادر جان چرا نفوذ بد میزنی؟ ایشالله عملش میکنن، قدش هم در میارن، حالش هم خوب میشه. همون، ایشالله عملش میکنن. آقا جونو بخوان قدش در بیارن با جمجمش عوض کنن. به خاطر خودت میگم، خود دانی. ناراحت داشتین، یه وقت اصلا نمیفهمی. محمود آقا از دست رو اینجا آوردی، دست در نکنه خیلی قشنگ سر بگو بفرش قابل شما رده دست شما در بخواهی دست شما آره دست در نکنه نمیخوانم باشه ایمانی از اون بچگیش نمیزنش بفرمایی میخوام یه چیزی بگیم ناراحت نشین نه شما بفرمایی سرخ این آقات خیلی بیشوره ای آخه رفته زنگ گرفته من به خاطر اون گریه نمی کنم یا من به خاطر مریضی آقا جون
علی چرا گریه میکنی بابا؟ هیچی آقا جون، عشق شوقه. دخترم بلند شو بیا اینجا پیش خودم بشین. پشت بیا قربونت برم. میبینه چه خوب بلده طرفشو خام کنه. دلمون خوش بود بعد از آقا جون دوزر داشت گیرمون بیاد، ولی همه چی به هم مالید. نه بابا چی مالید؟ موقع تقسیم ارث که بشه هر کی به حقش میرسه دیگه. عمرن اگه فریدون بذاره یه پاپاسی گیرمون بیاد. بهبود، یعنی میشه ما هم بریم سر خونه زندگیمون؟ آره بابا، حالا این هفته نشد هفته دیگه ما هم بریم سر خونه زندگیمون. پس بیا. میبینی مادر جان کار دنیا رو، یه کسی مثل عزیز آقا باید دوتا دوتا زن بگیره، یه کسی مثل من هیچ. چرا؟ هیچ ناراحت نباش، اونه یه رفته از دریا ماه گرفته، من برای تو نهنگ گیرم، نترس. آره سوری خانوم، به اون پسر تو قورباغه و خرچنگ هم نمیدن، چه برسه به نهنگ. چرا؟ بهترین دختر پیدا میکنم میگیرم برای خانم ها. آقایون، برای مجلس خودتون خوش اومدید و ضمناً از طرف آقایون و خانمو آرزوی موفقیت شما رو میخواییم، اما نگفته نمونم خیلی خیلی بهتون تبریک میگم. از نظر انتخاب همسر چقدر خوش سلیقه هستیم. باریک خیلی با هم دیگه میخورم. عروس خانم و آقا داماد، اجازه میفرمایید خطبه رو بخونم؟ بله جاری کنید. نه عزیز آقا، یه دقیقه صبر کنید. چرا؟ بذارین فریدونم بیاد، آخه من همین یه دونه پسر رو دارم، باید از اون اجازه بگیرم، بدون اجازه اون من هیچ کاری انجام نمیدم. خوبه حالا توفه است. آمد افتخار عروس داماد، دست بزنی، دست 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 با دست بدن بازه کنی، دست دست با دست بدن بازه کنی. سود نزن در پیشم. موباشو جل زده. همه چی تموم شد؟ نه داداش، همه چی تازه شروع شد. بریدون باید خودتو کنترل کنی. یا آخه چجوری؟ چجوری شد دیگه من نمیدونم، هر جوری که میتونی. بازم این بعد مادر داره خوشبخت میشه. من همیشه آرزو خوشبختی مادرمو داشتم، فقط این گلو من روم نمیشه بیارم. من میبرم. کتم قشنگه؟ آره اومدی یا داداش مایی؟ خب ماری خانم، پسر تو تصفیه سفر چه بردن؟ من سلام علیکم. بفرمین بفرمین بفرمین، خواهش میکنم بفرمین بفرمین. سلام عزیزا با ما، من فکرام کردم تا صبح، دیدم که اگر شما موافق باشین دلیلی نداره من مخالفت کنم. مبارک باریک. بفرم. خب آیا عروس خانم اجازه میفرمایید قطبار جار کنم؟ عروس رفته گل بچینه. بازم مجددن عروس خانم اجازه میفرمایید قطبار جار کنم؟ عروس رفته گلاب بیاره. خب عروس خانم وکیلم قطوار جار کنم؟ نه خیر، عروس خانم رفته چای بریزه. فریدون خان تو دیر اومدی، پارازیتم میفرستی؟ باشه، حالا که اینجور شد از این لحظه به بعد عروس خانم حق نداره بدون اجازه من بره بیرون گل بچینه، چای بیاره، گلاب بیاره. خطبه رو جاری کنید حاج آقا. خب عروس خانم بار چهارم دارم عرض میکنم، آیا اجازه میفرمایید قطوار جار کنم؟ با اجازه پسرم. بله باریک. بفرم بی فرهنگه. میگن طرف گل کاش، واقعا فراخ گل کاش.
حیاته من خوشچیلی مشکل شد. دایی جون ردیفه خود فراق خوشش فرستادم چند تا نون تازه بگیره، کباب با نون تازه حالش بیشتره. دایی جون میبینی چه وضعیه؟ یه خونه خودمون هم نمیتونیم بمونیم. آره امشب نمیتونی اینجا بمونیم، بریم خونه ما. نه نه شما لعنت کنه، میرم اون قنادیلا که گزیا میخوام. بهت میگم بیا خونه ما، بگو چشم. چشم، حالا دیگه اصرار میکنین چشم چشم. این ردیفه اینجا نشستی چه غلطی میکنی؟ میخوای چیکار کنی؟ ردیفه دیگه همش پخته. میخوای چیکار کنی؟ جون یه سیخ بارم واسه عریس جون. برو شما دم نکنی. ای جی جویه عطفیتت بخیلی نگاش کن یه ذره یاد بگیر. خیلی خوشحالم از خوشحالی بچه ها، خدا رو شکر. جدی؟ ببینید بای خانم، توش زندگیه، گرمی داره و این گرما به یمن حضور شماست. با رفتن طلعت خدا بیامرز باور کنید تا دیروز این خونه سوت کور و یخ زده بود. همش ترسم از این بود بودن من و شما کنار هم باعث اختلاف بچه هامون بشه. بچه ها همیشه بچه هم. امروز قهرن، فردا آشنی. نمونش همین فریدون، نگاه کنید، هیکل گنده کرده اما دلش قدی گنجشکه. از قدیم و ندیم گفتن دل مادر به فرزند، دل فرزند به فرسنگ. تو این چند ساله فریدون ندید و نفهمید که چقدر من دلتنگم براش. من از این وسط خیلی خوشحالم به خاطر اینکه میتونم نزدیک بچه‌م باشم. بچه‌م نه آقای خانم، بچه هامون. نگاه کنید، اینا همش نتیجه ثمرات یه عمر زندگی من و شماست. درست، خدا حفظشون کنه. و اما عزیز آقا، آقا خانم چی میگیم پیچ پیچ میکنی همش؟ سوری خانم، حرف خصوصی داریم میزنیم با هم دیگه. عوض این که اینجا باشیم پیچ پیچ کنی، بیاین تو حیات کمک کنی این همه مهمان. چش گزلری میشته. الله گزین سخلاص تیز گل. گلدیم. تعارف کو اول. باش دارم اینو میخورم. بذار ببینیم چیه. دست شما در. به. ببخش. 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 بب